میخوام براتون یک ویدیو پخش بکنم که یک آخوندی تعریف میکنه در نراق کاشان در سرما وقتی که مردم میخواستن عبور بکنن گرگ زیاد بوده، گرگ ها به مردم حمله میکردن، مردم یک جمله میگفتن، گرگ ها سرشون رو مینداختن زیر میرفتن. باور نمیکنید؟ نگاه بکنید به این آخوند. مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله مکرر، ایشون یه موقع میرفتن نراق، نراق کاشان برای تبلیغ، فرمودن مکرر مردم نراق برای من نقل کردن که ما در ایام زمستان تو برف و بوران گیر میکردیم، گرگ به ما حمله میکرد. وقتی نزدیک ما میامد ما وسیله دفاع نداشتیم، فقط میگفتیم تو را قسم میدیم به جناب علی ابن ابی طالب به ما حمله نکن. گرگ گرسنه وحشی درنده سرشو مینداخت پایین برمیداشت. این فرمودن مکرر، نه واسطش آیت الله بهادینی، گرگ وحشی گرسنه درنده اسم علی ابن ابی طالب رو میشنوه برمیگرده. یادتون باشه هر جای دنیا که بودین در جنگل یا جایی که حیوانات بهتون حمله کردن از همین موقعیت استفاده بکنین، توصیه این آخوند رو که حیوانات سرشون رو بزن زیر مثل اون گرگا برن. اما این آخوندها فکر نکنید که وقتی که دوربینی نیست و میکروفونی نیست از همین حرفا میزنن. هم نگاه، خیلی از مردم ترانه های زمان طاغوت رو باور کردن، یعنی فکر میکنن واقعا هیچ خبری نیست، میگه کی اهل جهنم که خونش تو بهشت، صدا داره زب میشه که نه مامرکم، میگه آجی آقا بهشت و جهنمی کش که چی کاری، چی نه شیخ ها درست کردن، یک دکان درست کردن، ما رو میترسونن، خدا کریمه. اون زمان قدیم ما گفتن خدا کریم، اگر خدا کریم بود برای چی بمب بالا سر امام رضا عمل کرد تو حرم امام رضا؟ اگه خدا کریمه کجا بود کریمی خدا موقعی که روز اول ماه رجب حضرت آیت الله حکیم کنار مرقد مطهر حضرت علی علیه السلام یه مرتبه بم عمل کنه تیکه تیکه بشن؟ تاجو جان با خدا امان از بی سوادی، لا مصیبت اشد من الجل، دردی بدتر از درد نادونی نیست. ما را سربند کردن، هر بلا سرت میاد میگن قضا و قدره. ما نمیدونیم خدا فقط برای ما قضا و قدر داره، او هم فقط بدیامون قضا و قدره. لقمه تو خون میدنیم، صبر داشته باش خدا داره تو رو امتحان میکنه. مگه بیکار خدا هم فقط ناظم مدرسه مایه؟ از دانش آموز تا دو سال شو از دانشی پایان ترم امتحان میگیرن ببینن چیزی فهمیده یا نه. یک سره ما لقمه تو خون بزنیم، بازدنم مشکل دارم، با بچه‌م مشکل دارم، با عروسم، با دامادم، با مملکتم، با مسئولین، با شیخا، با همینا مشکل داریم. بگیم بعد ما که گله میکنیم آقایی که یک مقداری بلا امتحان میکند خدا. یک بار خدا به ابراهیم گفت بچه‌تو بنداز تو، بچه‌تو قربانی کن. یک بار به مادر موسی گفت بچه‌تو بنداز تو آب. یک سره آبازی میکرد اینا با هم. آقا دستی به تنه میخوام بگم بر بخوره. مطالعه که الحمدلله نمیکنه اینا رو. شما میدونم که مطالعه نمیکنی، کی بره شبای برره نگاه کنه؟ نوت شب الله فهمید سبیلای شرکت شده نفهمیدم بالاخره جنومک چی کار کردید، نرگس به خواب یا نشست یا ننشست. مردم ایرانید شما، باور کنید آقا من بی سواد نیستم جلوتون اومدم ها. مردم ایرانید، بارتون آوردن همینجور ساده اندیشید، زود راضی میشید، زود میخندید، زود میپسندید، چیز زود رأی میدید،